شورای مرکزی شیوخ عشایر عراق و عرب اعلام کرد حمله و سرقت اموال ساکنان اشرف مغایر با تمامی قوانین بین المللی و حقوقی و خلاف سنت های اسلامی و عشایری ماست. ساکنان اشرف برادران و خواهران مسلمان ما هستند و مطابق کنوانسیون چهارم ژنو شهروند حفاظت شده محسوب می شوند. شیخ صالح حسن عبدالرحیم شیخ عشیره الجنابی در دیالی با محکوم کردن یورش نیروهای عراقی به ساکنان اشرف گفت ما از دولت جدید عراق می خواهیم قطعنامه جدید پارلمان اروپا را به رسمیت بشناسد. حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق بر حسب قوانین بین المللی است. شیخ ولید شعلان علی شیخ عشیره المجمعی در دیالی تأکید کرد رژیم ایران که در پی تشکیل دولت جدید و شرکت قدرتمند نیروهای ملی و دموکراتیک عراق در آن به ترس و وحشت افتاده در تلاش است در آخرین روزهای باقی مانده فشار بیشتری بر ساکنان اشرف بیاورد. ما به شدت این جنایتها را محکوم کرده و از نیروهای آمریکایی می‌خواهیم مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف را به عهده بگیرند. شیخ زید عدنان علیوی شیخ کل عشیره بنی ویس اعلام کرد یکی از بارزترین دلایل دخالت رژیم ایران در عراق برخورد با اپوزیسیون آن در عراق یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است. ما حمله جنایتکارانه به ساکنان اشرف را محکوم می‌کنیم. سازمان عصر جدید عراق اعلام کرد ما به تمامی اقشار و طیف‌های جامعه عراق از روشنفکران تا شیوخ عشایر برای حمایت از مجاهدین آزاده و خروج نیروهای عراقی از اشرف فراخوان می‌دهیم. آنها نه تنها میهمانان عراق بلکه جزئی از مردم عراق هستند. قانون همبستگی دانشجویان عراق ضمن محکوم کردن تهاجم مزدوران عراقی به ساکنان اشرف نوشت این اعمال وحشیانه عکس العمل در قبال پیروزی هایی است که مقاومت ایران در سطح اروپا و در آمریکا محقق کرده است. تجمع نویسندگان آزاده عراقی اعلام کرد در حالی که مدیر پلیس دیالی اعلام کرد نیروهای مهاجم وابسته به پلیس دیالی نیستند، مالکی باید دلایلی که او را وادار کرده تا دولت عراق را درگیر مسائل رژیم ایران نماید ارائه بدهد. آیا احمدی نژاد لیاقت آن را دارد که از او و سیاست‌های فاشیستی دیوانوارش در قبال عراق حمایت کنیم و از مخالفانش انتقام بگیریم؟ شیخ فیصل هم علیوی رئیس شورای ملی عشایر عراق در استان دیالی گفت عمل این که نیروهای عراقی مرتکب شدند توسط وزارت اطلاعات آخوندها طراحی شده است. کمیته سرکوب اشرف باید منحل شود. ما خواهان رعایت حقوق ساکنان اشرف هستیم. مشعان سعدی از العراقی گفت ادامه محاصره اشرف به رغم فراخوان‌های مستمر سازمان‌های مدنی و عشایر عراقی بیانگر میزان فشار رژیم ایران برای استمرار این محاصره است.